طرح اهانت‌آمیز سبد کالا، انزجار مردم محروم و به سطوح آمده، درماندگی و هراس رژیم آخوندی. در حالی که گرانی و تورم بی سابقه در حاکمیت آخوندی، خشم و نارضایتی مردم به سطوح آمده را برانگیخته است، دولت آخوند روحانی از روز یکشنبه 13 بهمن ماه جاری با اجرای طرح توزیع سبد کالا میان بخشی از مردم در صدد مهار اوضاع برآمد. اما این اقدام خود انزجار و نارضایتی اجتماعی را دامن زده است. سبد کالا شامل 2 عدد مرغ، 1 بسته 10 کیلوگرمی برنج هندی، تخم مرغ، 2 بطری روغن مایه و 2 بسته پنیر جمعاً به ارزش 80,000 تومان است. توزیع این میزان ناچیز کالا که بسیاری از اقشار کم درآمد را نیز شامل نمی شود، از سوی مردم اقدامی توهین‌آمیز و تحقیر کننده تلقی شده است. دادن میگیریم، ندادن میریم دیگه، ندادن. بالاخره ما کارمنده بازنشسته، بالاخره ده کیلو برنج، 4 کیلو مرغ، 800 گرم پنیر، 2 تا شیشه روغن، 24 تا تخم، 4 تا تخم. من 4 تا شوهرم مرده، من سرپرستم، سرپرسته بردر محصولم هستم. خب حالا زده میگه هنوز وزارت صنعت، معدن و تجارت کابینه روحانی برای دریافت این سبد کالا شروطی مشخص کرده بود. به عنوان مثال، افرادی که حقوق بازنشستگی 500,000 تومان به بالا دریافت می کنند، از دریافت این سبد کالا محروم هستند. در نتیجه درصد بسیار بالایی از مردم عملاً امکان دریافت این کالاها را نخواهند داشت. در همین حال خبر می رسد که 2 تن از هموطنانمان در صفهای دریافت این کالاها جان خود را از دست دادند. رفتار ضد مردمی حکومت آخوندی باعث ایجاد اعتراضاتی در نقاط مختلف کشور شده است. جمعی از مردم ایلام در مقابل استانداری رژیم تجمع کردند و نسبت به محروم کردن بخش اعظم مردم از دریافت سبد کالاها اعتراض کردند. علاوه بر این، جمعی از مردم تهران روز یکشنبه 13 بهمن در مقابل وزارت صنعت رژیم یک تجمع اعتراضی برپا کردند. معترضین گفتند وزارت صنعت از ابتدای همین هفته بسیاری از خانوارها را از سبد کالاهای دولتی حذف کرده است. گروهی از سرپرستان خانوار نیز در برابر معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت رژیم تجمع کردند و دست به اعتراض زدند. به دنبال بالا گرفتن اعتراضات اجتماعی علیه حذف میلیون‌ها کارگر از دریافت سبد کالا، رسانه‌های حکومتی و مجلس آخوندی در این باره به آخوند روحانی و وزیر صنعت او هشدار دادند. رسانه‌های حکومتی نوشتند 23 نماینده مجلس در تذکرات مختلف کتبی به رئیس جمهور و وزیر صنعت و معدن نسبت به نحوه توزیع سبد کالا و در امان نبودن جان مردم در صف‌های طولانی و همچنین عدم قرار گرفتن برنج ایرانی در این سبد انتقاد کردند. زرقامی، عضو هیئت رئیسه مجلس رژیم، تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مقام‌های اجرایی کشور را قرائت کرد و پاسدار لاریجانی، رئیس مجلس ارتجا، وحشت زده هشدار داد که باید چنین شیوه‌ای به کلی تغییر کند.